محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع: در سال آینده با کسری بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم. در سال آینده ما با کسری بودجه 100 هزار میلیارد تومان کسری واقعی بودجه پیش بینی شده. اپوزیسیون سوریه: منتظر گام‌های علیه بازوهای تروریستی رژیم ایران هستیم. تجمع اعتراضی در تهران، قزوین، کرمان، شوش، سرواباد در استان کردستان. بنا به گزارش‌های منتشر شده، آخوند جنایتکار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه جانشین آخوند دشقیم آملی لاریجانی می‌شود. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ارتجاء، در جلسه علنی ظهر روز شنبه با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه رئیسی قرار است به جای آملی لاریجانی سکاندار قوه قضاییه شود و ما متوجه شدیم که ایشان نظر خاصی در مورد قانون شوراهای حل اختلاف دارند، مجبور شدیم این قانون را یک سال تمدید کنیم که موقتاً اجرایی شود. محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع به کسری بودجه زیاد و غیر شفاف بودن بودجه اعتراف کرد. در حالی که در لایحه بودجه 98 منابع حاصل از صادرات نفتی بسیار بیشتر از واقعیت پیش بینی شده، با توجه به اینکه مخارج پیش بینی شده هم در واقع بر اساس این درآمدهای غیر واقعی و موهوم تنظیم شده است، به نظر میاد که در سال آینده ما با کسری بودجه بسیار زیادی مطابق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تا حدود 100 هزار میلیارد تومان کسری واقعی بودجه پیش بینی شده، اما دولت سعی کرده این کسری بودجه رو پنهان بکنه. به دنبال مخاصمات باندی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی بار دیگر در جلسه روز شنبه خود نتوانستند درباره پیوستن به کنوانسیون پالرمو به نتیجه برسند و تصمیم گیری در این باره به دو هفته دیگر موکول شد. احمد توکلی و آخوند غلامرضا مصباحی مقدم مدعی شدند که در جلسه روز شنبه موافقان پیوستن به این کنوانسیون صحبت کردند و فرصت به مخالفان نرسیده است. به گزارش رسانه‌های حکومتی، آخوند روحانی و علی لاریجانی در جلسه امروز حضور نداشتند. جمعی از غارت شدگان شرکت رامش خودرو مقابل ساختمان دادسرای رژیم در تهران تجمع کرده و به غارت دارایی‌هایشان توسط کارگزاران رژیم در این تجمع اعتراض کردند. جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی استان قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای چندین ماهه، بیمه ناقص 24 روزه و نداشتن امنیت شغلی اعتصاب کرده و از حضور در کلاس درس خودداری کردند. قصابان کرمانی روز شنبه در اعتراض به گرانی گوشت مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. کشتارگاه گوشت را به قیمت 80 هزار تومان می فروشد، اما صنف قصابی به قصابان کرمانی دستور داده است باید 75 هزار تومان بفروشند. بازنشستگان سال 96 شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات خود در مقابل دفتر امور مالی شرکت نیشکر هفت تپه تجمع کردند.